سلام. سلام مادر، خوبم. تو خوبی؟ یحیی برای مادر همه چی رو تعریف کرد، هم از خودش گفت هم از یلدا، و در همین مرور بود که باز براش بیشتر روشن شد که چقدر یلدا و ذوق و شوقاشو نفهمیده. میخوام یلدارم با خودمون ببریم پیاده روی اربعین. چه خوب. اومدم دعوتت کنن با هم دیگه یه سفر بریم، بدون یحیی، بدون یحیی. سفر آدم ها رو به هم نزدیک میکنه. آدم ها تو سفر برای هم هستن، اسمشون مسافره و با هم همسفرن، هوای همو دارن، پیش هم هستن. من همیشه دوست داشتم برای نزدیک شدن به یحیی باش برم سفر، اما حالا این سفر فرق داره. برای نزدیک شدن به هم باید دور از هم بریم سفر. نمیتونم فرصت این سفر رو از خودم بگیرم. هر قدم تو این سفر یه امضاست. یلدا نمیخواد من با تو هم سفر بشم ها؟ برعکس، وقتی فهمید تو میای گفت همه با هم دیگه بریم. چرا نباید دوست داشته باشه تو بیاد؟ بعد ما بلیت داریم، از امام حسین بخوا به طلبتت بیای دنبالش، بخوا خودتو بهش برسونی، با پای پیاده برسونی. امشب ناخواسته گفتگو و آشتی اونا گفتگو و آشتی به خصوصی شد. حالا دیگه نمیشد این آشتی رو فراموش کرد و حالا دیگه همیشه به یاد مراقبت از این آشتی بوده. باید مواظب هم باشیم، باید هوای همو داشته باشیم، باید از هم خبر داشته باشیم، هر چقدرم معمولی اما باید قصه همدیگر رو دنبال کنیم. هر لحظه این سفر برای یحیی تازه و پر احساس بود. تمام شب نخوابیده بود تا خودشو به پرواز برسونه و حالا آسوده و آروم آماده پرواز بود.
یحیی ما بالاخره وقت پروازمون شد. خدا رو شد بلیط گیرت اومد. نشد از اول با هم باشیم، اما عیب نداره، تو مسیر با همی. میدونم که تو این سفر فقط دنبال من نیستی. یحیی میدونم از این سفر بیشتر میخوای. هیچ وقت کم نخواستی. این دفعه هم کم نخواه. حالا دیگه پای پیاده هستم. حالا دیگه همه چیز قدم به قدم اتفاق میفته. نمیشه از روی هیچ چیز سریع گذشت. یحیی میتونست با خیال راحت گوشه استراحت کنه و دوباره راه بیفته. اینجا همیشه مسافر است که به سمت مقصد بره. هر مسافر پیاده‌ای در هر زمانی برای یحیی یه راهنما بود. اینجا هر جا که قصد کنی میتونی استراحت کنی. هر جا که بخوای میتونی ادامه بدی. هر درختی و هر دیواری یه تکیه‌گاهه. حیفه که تکیه کردم به این شهر رو از دست بدم. خستم. خوابم میاد. یحیی بیدار شده بود، میتونست ادامه بده و خودشو به یلدا برسونه، اما نمیخواست تو این شهر فقط یه مسافر رهگذر باشه. دوست داشت امشب و مهمون این شهر. سلام. سلام علیکم. میشه اینجا چادر زد؟ بفرمایید. با شما چادر زدیم. با اجازه. میتونم ادامه بدم و بیام سمت شما ها، اما دوست دارم شب و نجف بمونم، صبح را بیرسم. اینجا جواسه موندنم زیاده، اما حقیقت چون چادر دارم دوست دارم چادر بزنم برم تو چادر. آقا راستی ممنون برای چادره. در ضمن اگه احیانا من این چادر رو رد کردم و گذاشتم بمونه راضی باشم.
در سفری که همسفراش بیشمار و از ملت‌های مختلف بودن، اون تنها مونده بود. اون برای تنهایی نیومده بود. این سفر، سفر تنهایی نه. راستی یحیی، ما خیلی زود با چند نفر آشنا شدیم. نذار تنها بمونی. شاید آدم دوست داشته باشه با خودش خلوت کنه، اما اینجا هیچکی تنها نیست. طولانی داره کمردردش نرفت دکتر، اندازه چندین قصیده بلند از کمردرده مضمون سیف کرد، البته آخرش کار کشید به عمل. اکبری بخواب لطفا، ما خدا میبریمش دکتر. مصطفی با این پا میخواد پیاده روی کنه، باید علاج شه. خیلی درد میریم دکتر، اما الان من یه ذره استراحت کنم، یه نیم ساعت بعد. یا الله. بله همسایه اساتی. بله بله آقا ببخشید. بله سلام، شبتون بخیر. من چادر بغلی هستم. بله. گفتگوتون رو شنیدم، گویا یه مریض ناخوش احوال دارید. آره، باید که رفیقم بنده خدا پاش آسیب دیده تو مسئله تو راه بره. جسارتا من پزشکم، اگه کاری از دستم بر بیاد خیرت بده. در خدمت آقا. دمت گرم، میتونی ببینیش؟ بله قربان. دمت گرم، بیا تو. یا الله. سلام علیکم آقا. سلام. ایشون هم میدارن که سلام داره. خب هنوزم بیشتر. پس گفتین شما ها شاعری درسته؟ بله. جالبه، میدونی من تو زندگیم تا حالا شاعر از نزدیک ندیده بودم. بعد الان این همه شاعر رو برم با هم میدونم. حتی مطمئنم شما همه پزشک دیدین دیگه. من دیدیم. بله. آره، من شاعر بیشتر دیدم تا پزشک. چون خدا شکر خیلی مریض نمیشم، پاهم بیهو خالی کرد دیگه. پیش میاد دیگه. من راستش پزشک از نزدیک دیدم، منتها از اینقدر نزدیک و اینقدر از نزدیک ندیده بودم. ای دکتر، مطب شما کجاست؟ شما که از این دکتری هستید که کم پول میگیرید یا اصلا پول نمیگیرید؟ دقیقاً خوراک خودم خورد. آره والا. والا من مطب ندارم، سربازم. آره، باید خدمتم تموم شه. بعد آن دقیقاً من پزشک وظیفه‌ام. ترکیب شاعرم. آره، من خیلی به درد شعر نمیخورم خودم. میتونیم شمارتو بده داشته باشیم، به درد ما میخوره، لازمه. شما هم چه دکتری باید داشت؟ آره بنده بگیر، برام هم بفرست. میشه شما اصلا بده خودم تماس بگیر؟ آره با من گوشی به اون پاد هم میشه صاف کنی؟ این اصلا روش فشار نمیده. دکتر داره زنگ میخوره، نوشته برادر. داداشم نه. سلام مشتبه جم. سلام یحیی جون. خیلی مخلصم. یحیی جون هنوز نجفی؟ آره قربونت، من نجفم. توی جمعی از دوستان هستم. پس قرارمون فردا وادی و سلام. فردا قرارمون وادی و سلام. بله دکتر، ما امشب اینجا دور هم هستیم، فردا میخوام بریم حرم، بعدش بعد لحاظ کنیم. دوشه تذکر خوب دادم، فردا صبح میریم حرم، بعد از نماز اونجا موقع میایم وادی و سلام اونجا میبینم. باشه دوست. باشه خوب. پس قرارمون پس فردا، نه فردا. آره قرارمون فردا
بعد از نماز وادی السلام. باشه. خیلی مخلصیم. سلام برسون فهد. سلام میرسون خدمت شما. سلام دارم خدمتتون. قربون شما. شما خیلی سلام میرسون. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدمت شما. چی میشه تو؟ ببینین که حالا به هر حال باید یه پزشک متخصص ببینه. اما با همه این شرایط من پیشنهادم اینه. اگه حالا باقی دوستانم موافق باشن من امشب رو بیام چادر شما مهمون شما باشم. دوستمون رو بفرستیم تنها تو چادر من واسه اینکه پاشو دراز کنه راحت باشه. یه خود فشاره برداشتش از روی پا و حداقل برای فردا بتونی یک مسیری رو بیام. باشه من موافقم دیگه. به ناچار. به ناچار خوبیه نه؟ پس جا بجاش کنیم. صدای دوست شماست؟ آره مصطفی است. حالا هر شب است. هر شب معمولا یه غزل نفس. هر شب؟ آره. آقا مصطفی. جانم دکتر جان. بله. بخواب قربونه. چش دکتر جان چش. ما همه اومدیم اینجا جمع شدیم که شما بریم و راحت استراحت کنیم. چش دکتر جان اطاعت میشه. همین الان میرم بخوابم. آقا این فردا با این اوضاع پایی که داره خیلی نمیتونه راه بره. بعد به اوضاع پاش بعد که حالا اونو برای بعد رفتیم تهران یه متخصص معاینه کنه ببینیم مشکلش چیه. آره مشکل داره پای برای خیلی نمیتونه راه بره. چجا بریم چون چنیدن تو مسیر از این موکبا هست که ویلچر داشته باشن. دیدم آره بریم جلوتر بعد پیدا کنیم. دیشب که رفتم چای بگیرم دیدم این موکب بغلیه همینجا. آره یه دونه ویلچر اونجا دم خود موکبه بود. او. فکر میکنم برای همین کارا گذاشته میشه. به نظرم ازش بپرسم پسر خوبی هم بود سر موکبه. بریم. آره خب بلند شیم بپرسم یعنی. خب اگه... بود دیگه خیالمون راحت بشه. شما برید من ببونم اگه مصطفی کاری داشت پیشش بکنم. باش شما برید من اینجا. السلام عليكم. هلا بكم زوار. هلا بكم زوار. شلون تعبت زوار. هلا بكم زوار. هلا بالزوار. الله يسعدك. زوار. السلام ورحمة الله وبركاته. الزوار رحمة الله وديكم. استريح زوار. إن شاء الله ما تعبت. شلونك؟
رحم الله عليك الله يبارك. إذا ممكن يعني فر الطلب صغير، إحنا طبعًا إحنا من هاي الخير اللي جاورتكم وصار عندنا توفيق نجيكم وهسه فر الطلب صغير إذا ما خدمت شكرا لك حبيبي استرح خدمة استرح زاي تفضل الله يبارك يا الله هلا بالزوار هلا بيكم ان شاء الله ما تعبت رحم الله والديك الله يوفقكم ان شاء الله هلا بيكم الله يسعدك احمد شكرا لحسن الضيافه ازعجناكم الاخوه شعراء واحنا جينا مشايه وحقيقه واحد منا بالمشي وريله قامت تويع من وصلنا هان ابنا للطبيب هسه بعد ما بيمشي من جينا هان شفنا عندكم فرد عربانه بالخيمه وقلنا هل ممكن يعني اني نركب هذا الرجال مو نجيب التمر نركبه وناخذه ويانا كربلاء انه بنرجع نجيبها ونركبكم وياها هل ممكن يعني خدمه العربانه الخادم كان بالموكب توفى طاق عمره فهاي خدمه الزائرين خليناها بالموكب نعطيك العربانه كمل بها الخدمه اعطيك فرد رقم للموكب خليها يمه كمل بها الخدمه حسن تشكر فضلك میگه مشکل نیست میتونید ببرید این همه حرف زدین این شد فقط خوشعرا؟ نعم آره میگه مشکل نیست این نعم شعرا خوشعرا؟ اذا ممکن اطلب قصید فاطمة الزهرا؟ میگه اگه ممکنه یه شعری بر حضرت زهرا بخونید برام بخون میگه شعرا باشتی خودم باید برش بخونم فاطمة الزهرا صح؟ صح خدمة صارت فنت الى فاطمة الزهرا عندي بيتين أقول بهن فاطمة الزهراء يا الحورة البتول يا مرة المثلج حوت برباها يحب نيد الأب معروف البنات وانت إيدك والدك حباها يا سما الكرار يا شمس الرسول انت ربت بيت أبو الحملة الولي يا سما الكرار يا شمس الرسول انت ربت بيت أبو الحملة الولي لم تلد مثلك بعد هالأمهات ولم يكن كفوا إلك لو ما علي ولم يكن كفوا إلك لو ما علي حسين رحم الله وعد الله حبيبي أشكر فضلك میگم آقا مرتضا من حقیقتش این چادر دستگیرمه تو رو هم جا واسه خوابیدن پیدا میشه دیگه بله میگم آدم مشتیه من میگم چادره رو بدیم بهش هر کی بیاد به هر حال میده بهش دیگه اخونا طبیب بگول عندنا فرستیما مرتضا یه لحظه عفوان به نظرم چادر ما رو هم بهشون بدیم چادر رضا رو استفاده میکنیم بعدش دیگه بار اضافی دیگه میریم تو راهی که گوشه میگیره میخواد میکنه که زیاد طبیب و خونه عفوان چادر رضا رو میخوای بدی بره چادر خودمون دیگه هم چادر بکشیم میدونم باید ازش اجازه بگیریم اینجوری که نمیشه خودش هم بود اجازه میداد چون اجازه میداد ولی ناراحت میشه ناراحت میشه از چی از اینکه مثلا یعنی الان خودش باید اینجا می بود و این لذت آنی لحظه بخشش رو میچشید و حالا چون نمیچشه ناراحت میشه چه بسا شاید بخواد لذت آنی لحظه بخشش رو بچشه با که نمیدونیم که من به نظرم ما میچشیم براش تعریف میکنم بعد مثلا چادر میخواد چیکار خوده شمال میره کمپ میره شمال چه میدونه چیه بار اضافیه علیکی با خودمون میکشیم فقط کمردارش برمون میمونه من مخالف نیستم بار اضافیه ولی ممکنه ناراحت بشه اصلا مگه حق با اکثریت نیست چه بس مگه من اکثریت نیستم آره خودش بده بره شو. و تمام خلاص آقا بش بده بره باش تو حتا درسته اما این اکثریت ها رو خیلی خوب گفتی واقعا یه استدلالیه احمد این اولین موفقیت برای یحیی امیدبخش شروع و ادامه پربار این سفر بود و با تمام قدرت حافظه سعی میکرد همه چیز رو به خاطر بسپره تا برای یلدا تعریف کنه یلدا منتظرم که با هم توی مسیر راه بریم و حرف بزنیم هی حرف بزنیم و برنامه بریزیم و خاطره تعریف کنیم ما تا حالا خیلی کم با هم قدم زدیم
این کوله منو بده همه زنم زیر سرم. چه جوی خواهی من داری میخوابم اون بر بخواب من. شما چی؟ آقا رضایت بده نگه بخواب. آقا بخوابی صبح خیلی کار داری. آقا اجازه از یه فقره لذت آنی لحظه بخشش خبر نداریم محرومت کردیم. یعنی چی؟ چیکار کردیم؟ این ساده از لذت آنی لحظه بخشش محروم شد. واضحه. میدونم لذت آنی لحظه بخشش چی؟ چی ما بخشیدیم؟ چادرت دادیم به این مکب بغلیه. همینو؟ همینو. فردا امشب دست ماست. از این باش آقا. از این باش. خوب کرد. دمتون گرم. یحیی و رفقا سر موقع از فرصت زیارتی که نمیدونستم آیا دوباره نصیبشون میشه استفاده کرده بودن و حالا شروع رسمی پیاده روی با این زیارت متبرک شده. پس یحیی جان من تو وادی سلام از همون دری که بهت نشونیا شدن میبینم مامان و بچه هم سلام میرسونم. بیا با گلد خانم صحبت کن. الو یحیی سلام. سلام. ما الان تو راهیم اما آقا مشتبه با ماشین برمیگرده پیش تو که بیارده پیش ما. دلت شور نزنه. ایشالا به هم میره. وارد زمان چه باشه؟ این برد. بریم از این برد. ببخش یلدا جان. روم نشد توی تلفن بهت بگم اما نمیخوام همراه مشتبه بیام. قشنگ نیست به جای پیاده روی سوار ماشین شم و خودم بهت برسونم. قشنگتره مثل همه پیاده بیام. شک ندارم که تو هم دوست نداری من دلم بسوزه که چرا پیاده رویم کامل نبوده. به نظرت این دوره؟ بعید میدونم. یحیی نگران نبود. فهمیده بود در این سفر همه در خدمت کامل کردن زیارت هم دیگه. یحیی این فاصله را دوری نمیدونست. اون حتی با این فاصله به یلدا نزدیکتر میشد. یلدا قبلا به اون گفته بود در این سفر فقط دنبال اون نباشه. برو پیشت بشارم. باشه. تو جان فکر کنم برادر برادرتون اومدن. بله. محمد طاهر اگه یه نفر یه کار خوبی بکنه مهربون باشه بعد چیکار کنی؟ ازش تشکر. تو تا حالا شده این نفر به یه خوراکی بده مهربونی بکنه شده؟ بله شده. بعد تو مسیر می اومدی الان بابا ما می اومدی کسی به مهربونی کرد به چیزی داد؟ بهش چی گفتی؟ گفتم ممنون. آفرین. ولی اینا عربی حرف میزنن. زبان ما نمیفهمن. خب پس ما یه جوری ازشون تشکر میکنیم که بفهمن. من یه چیزی میگم تو با من تکرار کن. باشه؟ اینی که میگم بگو. باشه؟ بگو انتم الشرفا انتم الکرما خدمتا للحسین
تبذل العطا يا حسين يا حسين يا ضياء كل عين يا حسين يا حسين يا ضياء كل يا نبي ما بريم يا شب خودتو به ما برس ما شب برای نماز که میمونیم توی یکی این موکبا میمونیم اون وقت هم خودتو به ما برسیم حالا تصمیم با خودت الان اگه بخوام بیام یعنی باید سوار و با ماشین بیام آره دیگه با ماشین باید بریم مشخصه یه جاده پیاده ها میرن یه جاده هم ماشین هم برو من شب خودم میام باش فرقی هم نداره تو هم به پیاده روید برس ما هم دعا کن فقط ما اونجا که جاگیر شدیم جامون مشخص شد بهت زنگ میزنم تو هم خودتو به ما برسون فقط ببین اینجا که خوب آنته میده اونجا چی؟ اونجا هم آنته مانتن همه هنگ؟ آره همه چی همه هنگه خوبه مشکلی اه. نیست آره باش فقط مشتبا جان من یه جور واسه مامان توضیح بده که اونم واسه یلدا توضیح بده فکر نکنه من دلگنده شدم و بیخیال شدم و الان نمیام خب من میدونی الان رو لبه مرز عصبانیت الان دست من شب نه مشکل اینه تو خوششونم میاد میان دمش هم گم پیاده رویشو میخواد کامل انجام بده تازه میگم هم که میخواستی پیاده روی تو تبدیل به سوار روی نکنی حالا اغراق نکن دیگه اما یه جوری بگو که اثر کن قدم انا مسیر یه توقفایی داریم که باعث میشه دیرتر بهت برسم راستش دوست دارم خودم رو زودتر بهت برسونم اما یه مریضی هم رو همه که باید مواظبش بشم و مجبورم براش یه جایی توقف کنم اینجا اگه لازم باشه همه برای کمک به هم توقف میکنم
بخشنده جان روم نمیشه بهت بگم، اما باید یه جایی به یه جوان عراقی اون ویلچری که بهت گفتم و تحویل بده. اینم یکی از همون توقف هست. به هر حال فعلا باید هوای اون رفیقمون که پاش درد میکنن رو داشته باشن. ویلچری هست فکر کنم خودش نیست؟ نه نه این ویلچری هم بیاد و باید بهش بگیم ویلچری رو نگه هم میداریم آره شرک کردم تو راه بره آره بله همون خودشی فکر آقا نه گفت که آقا کسی گوشی من ندید بشاش بکش نه گوشید نیست؟ آخه من کجا دیدیش؟ بگرد بگرد برادر ما زنگ بزنه پیام بده. حالا شما رو برادرت بده من بگیرم. بده شما برادرت رو. حفظ نیستم شما رو شکل. بعد از حفظ نیستی؟ شما رو یک دیگر بده. خوله منو بده. من گوشی همش تو مشتم بود یا میذاشتم تو جیب پیرنم یکی بگید بذار تو جیب شلوارت این گوشی رو. شما رو خواهد تو رو بزن این گوشی رو پیدا کنم. آخه هی میگفتم بذارم میشم تو کوله اما پنشی سال دیگه به کوله نزدم آخه میگه حالا شما برادر برسید شما خودتو که هرسی وگ بزنی هر که برداشته بشه میگه کجاست خودش برن میگرد این پیداش میکنه شما خودم هم حفظ نستم شما خودت حفظ نستی؟ نه شما خانمتو بگو بگیریم شما خانم هم حفظ نستم به شما را بگو که حفظی خواهر مادر دوست داشتنا آخه هیچ وقت ضرورت نبوده شماره حفظ کنم میگه همه چی تو گوشیه بعدم یه وقت شماره خانم حفظ نیست به قول معروف روا باشد نقض همه پیمان ها بود به یه خیال یعنی تو شماره خانم حفظ بله رونده آه چون رونده دید. نه فقط چون رونده اساسا ما اینجوری هستیم که همه شماره همسرمون حفظ خوشحالت رضا تو شما همسرت حفظ نیستی؟ بی خود که خودم حفظ نباشم جرات ندارم مرتضی تو شماره همسرت حفظ نیستی؟ آخه مجبورم چیکار کنم دیگه برای حفظ خب مصطفی هم که خواب هیچی اکبری تو شما همسرت حفظ نیستی؟ نه دمت گرم مرد لطفا اینی که همسر ندارم در این مقوله بی تاثیر نیست خب اکبری یه مرد واقعیه آقا اون ویلچری هست بکنم خودشه آره آره خودشه خودشه همون ریش پرخوش داره خودشه آقا بیار بعد اقلی مشکلی ویلچری رو حل کنیم باش دکتر گوشی چیکار کنم الان بعد برشتم یه جه تمرکز کنم ببینم چی یادم میاد از شما رو بریم بدبختی داریم ما خدمتك عمري عزيزي ما سويناكم شيء الله يعطيك العافيه والله انا خابروني ووصوني قالوا لي شو مريضهم لو صاحي ويقدر يمشي اخذ العربانه ولو ما من العربانه طلعت كام وانا تجوني اياه ان شاء الله للبيت اوصل لكم بالخدمه الله يعطيك العافيه شو ترتاحون شو مريضكم لو يريد دواء شيء اروح اجيب له عليكم العباس وعليكم الحسين لازم تجوني اياه للبيت راح البيت هم لو يشوفكم يتونس ان شاء الله اضح حل مشكلتي یعنی الان باز این همه حرف زدین همین اینقدر شد ترجمهش حله؟ آره دیگه خلاصش همینه دیگه میگه مشکل نیست حله فقط راستی میگه که ویلچر پیش شما باشه مشکل نیست تا مریضتون خوب بشه فقط التماس میکنه میگه اگه ممکنه امشب خونه ما باش خوبه؟ بپرس فقط اینترنت دارین؟ میشه وصل شد اینترنت؟ وای فاق قاعد کم اینه اي خويا اي نعم هذا راعي البيت عنده فرد بيت وفرد ولد يدرسون بالجامعه كل شيء عندهم عندهم واي فاي عندهم نقال عندهم لابتوب كل شيء موجود ان شاء الله للزوار مشكل نفس هالشيء انتوا شايف بتقدروا ماشي پیدا کنه برادرامو من به مصطفی بگم
يعطيك العافيه. مصطفى جان، مصطفى 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 خش 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 خیلی خوب شد، قرار شد دیپچه پیشون بمونه. این بنده خدام اصرار میکنه که امشب بریم پیشش بمونیم. این بنده خدا زحمت داریم میدیم امشب پیشش، هم وایفای داره هم میشه استراحتی بکنیم. بازم حواس پرتی من باعث شد که ازت دور شم. امیدوارم دلت شور نزنه. باید قرار دقیق تری با مشتبه میذاشتم. باید یه نقطه خاص رو برای قرار مشخص میکردیم، اما انگار قرار بود فعلا به هم نرسیم. یحیی با اینکه دلشوره داشت ناچار به دوری بود. دلشوره یحیی به خاطر بیخبری یلدا نبود، چرا که یلدا قبل از این خودش آماده اتفاقات این چنینی کرده بود. یحیی جان خیلی ممکنه یه اتفاق چیزی بیفته همو پیدا نکنیم، حتی ممکنه همدیگه رو اصلا نبینیم. مهم اینه که ما داریم سعی میکنیم خودمونو به هم برسونیم، اما خواهشم حواستو جمع کن که دوریمون از روی کوتاهی کردن و حواس پرتی نباشه. زوار الحسين هذا راعي بيتنا زعلان من عندي، ان شاء الله لو تساعدون وتراضى ان شاء الله. ايش لا سر فكر احنا اللي ايم ايدينا ان شاء الله نسوي لك. ايش لا سر حبيبي، ان شاء الله حبيبي. هذا بعد شو بریم اینجا که میشینیم یه ساعتی بکنیم، یه آبی بزنیم به صورتمون، یه فکری بکنیم، شما تلفن داداش دکتر رو پیدا کنیم. آره بابا گناهه، من خود نگران هستم. ببین سخته، ولی اگه یه کار خلاقانه بکنی، خلاقانه ابتکاری به خرج بدی میشه. گرانه؟ آره همون یه خلاقیتی به خرج بدی میشه، نشدنی نیست. بچه موافق دیگه استراحت کنیم؟ من به نوبه خودم موافقم. یقیقه ببشینیم، بچه یقیقه ببشینیم. مرتضی مرتضی یقیقه باشا، یقیقه بیا استراحت کنیم. من یه چند تا پرتقال هم آوردم. آی دکتر یه دقیقه اینا رو به مرتضی اینا هم بده، ببخشید به اونا هم بده. بوی خوبی هم میدونم. بچه ها یاسین یه مشکلی داره. بچه ها بیاید حس بزنید چه مشکلی داره. اکبری مشکل مردم اسباب بازی توه، دست از بازی بردار دیگه، الان خودش میگه میفهمه. نصیحت به جایی. بله مرتضی جون بگو بابا، بنده خدا رو معطل صحبت ما نکن. بگو یاسین میگه صاحب این خونه ای که داره ما رو میبره پیشش باش قهر ازش کن راحت. بریم آشکی کن بدیم. التماس داشت همینه دیگه، این ممکنه خونه شون رامون نده. محاله، اون اصلا داره زائر امام حسین میبره خونه طرف که خودش رو شیرین کنه. همینه میگه زائر ببرم خونش تشکرم میکنه، ولی خب نگرانه که آشتی آشتی نشه، میگه ماها یه کارایی بکنیم براش. آه دنبال یه آشتی امین و ریشه داره و پایدار. و پایداره. محتوظ مشکلش چی یعنی؟ اینا ترا دستش دل خوره. مثل اینکه یاسین با آدمای ناجور میگشته، هی تو گوشی و گروه مروها میچرخیده و جورای ناجور میپوشیده، ازش ناراحته دیگه، ناراضیه. یا به نظر شما ممکنه قصه عشق و عاشقی تو کار باشه؟ احتمالاً دختر طرفو بخواد. احتمالش هست ولی چیزی به من نگفت. احتمال عشق و عاشقی وزن هم داره. وزن هم داره مسکه. احتمال عشق و عاشقی. احتمال عشق و عاشقی. میشه کمی زودتر بریم، بریم خونه همین آشنای یاسین، مشکل من حل کنیم، شماره برادرمو گیر بیاریم. چش بریم بچه ها، بریم بریم. اصلا ما یه برنامه هم داریم، بریم یه پیشنهاد برادرم. بریم
صاحب خونه یه مشکلی با یاسین داره، تصمیم گرفتیم که با هم آشتی شون بریم. قرار بیام کمک بریم آشتی شون. یحیی از خودش دلخور بود که تا به کی باید کم حواسیاش اونو از یلدا دور کنه، اما یحیی سعی میکرد که آروم باشه تا بتونه یه راهی برای رسیدن دوباره به یلدا پیدا کنه، چون خیلی امکان داشت که دیگه نتونن همو پیدا کنن.